کدام مقایسه نادرست است یک داره الان سوال از ما چی میپرسه داره میپرسه که آقا یه نکته بگم AMU یا حالا اتمیک مس یونیت جرم واحد اتمی با عدد جرمی از نظر مقدار تقریبا برابر یعنی چی آقا یعنی شما الان میتونید عنصر گوگل با عدد جرمی 32 رو بگید تقریبا 32 AMU بله درسته و همچنین اکسیژن هم 16 یو حدوداً یه دو هم توش ضرب کرده یعنی اینا جفتشون در حدود 32 AMU هم و با هم برابر هم به علاقه درسته گزینه یک درست حالا گزینه دو سه رو نگاه کن الان شما باید دقیق جدول کتابتون که اندازه نوترون و پروتون اندازه جرمشون رو و همچنین حتی اینجا الکترون هم اینجا لازممون میشه باید عدد دقیقش رو بدونی با ممیزش که حالا اصلا یعنی اینکه صرفا بدونیم مقدار نوترون یه ذره بیشتر از پروتونه توی گزینه سه کمکت نمیکنه بعد دقیق بدونی مقدارش رو نظر من وقتی اینکه شما داری این سوال رو حل می کنی سر جلسه و دنبال مقایسه نادرست می گردی و سوال شمارشی نیست اینه که گزینه 4 رو مطالعه کن اول قبل از اینکه این دو سه و با توجه نکته ریزی که داره مطالعه کنی چهار رو نگاه کن ببین میتونی از چهار به جواب برسی یا نه حالا ببینیم میرسیم یا نه میگه یک دوازدهم کربن با عدد جرمی چارده برابر یک ایمیو همین غلط جواب چهار چرا آقا یک دوازدهم اتم کربن با عدد جرمی دوازده و عدد اتمی شیش برابر یک ایمیو نه چارده پس جواب چهار حالا دو رو بررسی کنیم جرم یک نوترون چقدره؟ یک ممیزه دو سف هشتاد دو سه درست؟ یه پروتون چقدره؟ یک مایز دو سف هفتاد و هشت که خب اینا جفتش این جدول کتاب امین عددار نوشته. جفتش از یک AMU بیشتره پس این عبارت درسته سه جرم یک نوترون یعنی یک ممیز دو سه دو سه از هلیوم یک یک خب حالا هلیوم یک یک اگر بخوایم جرمش رو دقیق حساب بکنیم میدونیم که جرمش ناشی از یک پروتون به اضافه یک الکترونه یعنی اینجا از شما طراح چیزی که میخواد اینه که شما باید حتی تشخیص بدی که مجموعه جرم این دوتا عدد از مجموع یه دونه پروتون کمتره یا بیشتره که خب اگر عددش رو جاگذاری کنیم بینیم این نامساوی هم درسته پس جواب تست که حالا خیلی ساده تر هم میتونستیم به نتیجه برسیم گزینه چهار خواهد